بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزادك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از مواردی که برای تمام معتمرین و حجاج زیبا هست و یکی از هدایایی هست که حتما آن را سرزمین حرم و مکه تهیه می کنند و برای عزیزانشان می برند آب زمزم هست. آب زمزم ویژگی های خاصی رو دارد، فضائلی رو دارد و رسول الله صلی الله علیه وسلم آنگونه که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل کرده فرمودند که خیر ماء علی وجه الارض ماء زمزم، بهترین آب در روی زمین آب زمزم هست. فیه طعام و طعمن و شفاء و سخمن، که آب زمزم هم غذا هست هم آب نوشیدنی هست و جایگزین غذا هم خواهد بود و هم شفا هست برای امراض و بیماری ها. و یکی از فضایل این آب این هست که قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم با آب زمزم شسته شده. واقعه شق صدر، یعنی شکافتن سینه رسول الله صلی الله علیه و سلم که در چند مورد اتفاق افتاده، در صحیح بخاری و کتابهای دیگر نقل کردن که در زمان کودکی ایشان و خصوصا در زمان که ایشان را به معراج بردند، حضرت جبرئیل علیه السلام سینه رسول الله صلی الله علیه وسلم را شکافتند و با تشتی از آب زمزم قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم را شستشو دادند و این هم نشانگر فضیلت آب زمزم هست. و اگر آبی بهتر از زمزم بود با اون آب قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم را شستشو می دادند. و همان گونه که در روایت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه آمده که آب زمزم طعام هست، غذا هست برای کسانی که غذایی نداشته باشند و جایگزین غذا خواهد بود. در صحیح مسلم جریان مسلمان شدن حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه، ابوذر غفاری ذکر شده و در اون روایت اومده که وقتی که ایشان با رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کردن، رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسید که چند مدت هست که تو در مکه اومدی؟ گفت که یک ماه 30 شبانه روز هست که من در مکه مکرمه هستم. گفت که خب چیکار کردی در این 30 روز؟ مهمان کی بودی؟ چه کسی به تو آب و غذا میداد؟ گفت که من از این آب زمزم میخوردم و بس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که انها مبارکتون، انها طعام و طعمن، این آب مبارکی هست و غذایی هست برای مردم. و حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمودند که من مشاهده کردم وقتی که این آب رو من میخوردم، الان دارم به تعبیر امروزی گفتند که من دارم شکم میزنم و اصلا در این مدت احساس گرسنگی نکردم.
و همچنین اضافه بر این، آب زمزم یک خاصیتی رو که دارد بنابر حدیث حضرت عبدالله ابن عباس درمان هست و شفا هست برای بیماری ها، هم بیماری های جسمی و هم بیماری های روحی و روانی. و در این زمینه موارد خیلی زیادی هست که الله متعال بیمارانی رو توسط همین آب در واقع شفا داده. و غیر از این روایات دیگری هم در این زمینه هست که آب زمزم را به هر نیتی که بخوری به همان نیت خواهد بود، یعنی تأثیر دارد. به نیت شفا بخوری، الله متعال شما را شفا می دهد. به نیت علم آن را بنوشی، الله متعال به شما علم و عمل عنایت می کند. حضرت علامه ابن حجر رحمت الله علیه میگوید که دائما ما این آب را به نیت حصول علم و عمل در واقع می نوشیدیم. هر کسی که با هر نیتی ما و زمزم لما شره بله، به هر منظوری که آب زمزم را بخوریم در واقع منظورت برآورده می شود. یعنی یکی از موارد اجابت دعا زمانی هست که شما آب زمزم می نوشید. و خود این نوشیدن آب زمزم سنت هست. بعد از این که شما طواف را تمام کردید و قبل از این که به صفا و مروه بروید که سنت هست که آب زمزم بخورید و خوب هم بخورید، تاثیر هم بخورید. در این زمینه روایتی هست، گرچه خود روایت ضعیف هست، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که تفاوت ما و منافقان این است که ما به اندازه پوری شکم از آب زمزم میخوریم و استفاده میکنیم. عرض کردم که این روایت از نظر سندی اشکال دارند، اما خود نوشیدن آب بعد از طواف و قبل از شروع کردن سعی، این جز سنت هایی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و همچنین بعد از اتمام مناسک حج و عمره. داستان این آب رو همه ما میدانیم. زمانی که ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل را در مکه تنها گذاشت، آبی که همراه داشتن تمام شده بود و حضرت اسماعیل علیه السلام تشنه بود و از فرط تشنگی گریه میکرد، دست و پا میزد، هاجر برخاست، بر روی کوه صفا رفت که نزدیکترین کوه بود و از اونجا به مروه، از مروه به صفا و برعکس تا هفت مرتبه هفت شوط رو کاملا انجام داد و نهایتا وقتی که بر روی کوه مروه بود صدایی رو شنید و وقتی که نگاه کرد دید که در کنار حضرت اسماعیل علیه السلام فرشته ای بال خودش را به زمین زده و آبی از اونجا می جوشد. وقتی که آنجا رفت آب را گرفت و دیواره خاکی درست کرد و تا اینکه آب پخش نشود و با ظرفی که داشت این آب را جمع می‌کرد و در مشک خودش در واقع ریخت و مشکش را پر کرد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اگر هاجر این آب را دیوار نکشیده بود، این را آزاد می‌گذاشت، این یک چشمه جوشانی می‌شد و که جریان پیدا می‌کرد. این آب را و این چاه را در اون زمان استفاده کردند بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام و هاجر و اسماعیل. قبایلی که اومدن در مکه مکرمه سکونت می کردند، از این آب استفاده می کردند. اما در زمان قبیله جرهم با توجه به اختلافی که پیش اومد و درگیری که با قبایل دیگر پیش اومد، جرهم وقتی که از مکه می رفتند بیرون و مکه را ترک کردند، چاه زمزم را به صورت کلی پر کردند. اصلا آثار چاه زمزم را و این چشمه را و این بئر را به صورت کلی در واقع بار دادند، به صورتی که با زمین در واقع یکسان شد و کسی نمی فهمید که جای آب زمزم و این چاه کجا بوده. جالب اینجا هست که در قرون متمادی از آن زمان گرفته تا زمان قریش جای آب زمزم و چاه زمزم پنهان شده بود و مردم نمی دونستند که کجا هست. یکی از فضایلی که برای قبیله بنی هاشم و دقیقاً برای عبدالمطلب هست این هست که ایشون در خواب دیدند که یک فردی در خواب به ایشون گفت که احفر طیبه،
برو طیبه را حفر بکن. از خواب بیدار شد، گفت طیبه کجا هست؟ نمیدونم. روز دیگری خوابید، شب دیگری دوباره خواب دید که کسی در خواب اومد بهش گفت که احفر بره. بره را به معنی نیکی و خوبی هست، اونجا را برو حفر بکن. گفت که نمیدونم کجا هست. روز دیگر خواب دید که بهش گفته شد احفر المزمونه، مزمونه را برو حفر بکن. روز دیگر خواب دید که بهش گفته شد که احفر زمزم، برو زمزم را حفر بکن. و نهایتاً در خواب بهشون نشان داده شد که این آبی هست و شما میتونید با این آب حجاج را در واقع آب بنوشانید. و این رو دقیقاً در خواب دیده بود که این محلش جایی هست که لانه مورچه هست، موریانه در اونجا هست و شما باید اونجا رو حفر بکنید. ایشون با فرزندش حارث بن عبدالمطلب رفتن، بیل و کلنگشون رو برداشتند و اونجا رو حفر کردند و آب زمزم رو در واقع دیدند. و از اونجا این سقایت در بنی هاشم بود که از فرزندان بنی هاشم و عبدالمطلب ما میبینیم که حضرت عباس رضی الله تعالی عنه این مقام و این وظیفه را بر عهده داشتند و یک فضیلتی بود که الله متعال این رو اختصاص داده بود برای بنی هاشم و برای پدر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم. چاه زمزم در قسمت شرق خانه کعبه قرار دارد. در قسمت شرق خانه کعبه تقریبا روبروی دروازه خانه کعبه هست و حدود 21 متر از خانه کعبه فاصله دارد. و چاه زمزم امروزه در زیر مطاف هست، یعنی این قسمتی که سنگ سفید پوشیده شده و ما بر روی آن طواف میکنیم، این قسمت در طواف در مطاف اضافه شده که مردم روی آن در واقع امروزه دارند طواف میکنند. و در زمان توسعه اول سعودی این رو پله گذاشتند، میرفتند مردم داخل چاه و از همون قسمت پایین آب برمی داشتند، به صورت دلو بود، از اونجا با دلو آب می کشیدند. و در سال 1373 برای اولین بار در واقع موتورپمپی گذاشتند که آب رو در از اونجا در واقع استخراج می کردند. وقتی که مردم می رفتند پایین این چندین مشکل ایجاد کرده بود، هم مطاف را جاش رو تنگ کرده بود، یک مانعی بود برای مردم، و هم این که ازدحام مردم که می رفتند پایین و دوباره می اومدند بالا، گرچه مسیر زنها و مردها جدا بود، این باعث ازدحام می شد. حتی در مواردی اتفاق افتاد که افرادی در اینجا تلف شدند. و نهایتا در توسعه دوم سعودی این در واقع سرش گرفته شد و لوله کشی شد به جاهای دیگر حرم. و امروزه هم ما می بینیم که در کل حرم کلمنهای آب از خود آب زمزم در واقع وجود دارد و این مشکل کاملا در واقع برای مردم حل شده. و چاه زمزم تقریبا حدود 30 متر عمق این چاه هست و از دو قسمت این بنا شده. یک قسمت ساختمانی هست که عرض کردم که در توسعه اول سعودی پله میخورد و میرفت قسمت پایین و که حدود 12 متر هست، و 17 متر دیگر خود عمق چاه هست که در واقع حفر شده. و آب زمزم رو همون گونه که عرض کردم یکی از آب‌های با ارزش دنیا هست، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آب با ارزشی هست. امروزه هم آزمایش‌ها نشان داده که بهترین و غنی‌ترین آبی هست که در روی زمین در واقع وجود دارد و جایگزین غذا خواهد بود. و خود چاه زمزم امروزه لوله کشی شده تا منطقه کدت و کارخانه تصفیه آبی در اونجا هست و بسته بندی می شود و در اختیار زائران و عموم مردم قرار می گیرد. و چاه زمزم تقریبا در هر ثانیه چشمه هایی که از طرف صفا و مروه سرازیر می شوند به طرف این چاه حدود 11 لیتر تا 18-19 لیتر رو در هر ثانیه در واقع آب به این چاه می ریزد. و از این آب هست که هم در مسجد الحرام استفاده می شود و الحمدلله امروزه در مسجد النبی هم از این آب استفاده می شود، توسط تانکر منتقل می شود به مدینه منوره. الحمدلله مردم از آن استفاده می کنند، هم در سرزمین حرمین و هم حجاج و معتمرین این آب را به عنوان یک تحفه و یک سوغات به منطقه خودشون میبرند. که عرض کردم که این آب واقعا یک آب با برکتی هست.
یکی دیگر از مواردی که در این زمینه هست در سنت هست که قبلا عرض کردم که بعد از این که انسان طواف رو تمام می کند از این آب بنوشد و قبل از این که سعی رو شروع می کند از این آب بنوشد و این آب را به صورت کلی نوشیدن آب نشسته سنت هست، از رسول الله صلی الله علیه و سلم عموما ثابت هست و بنابر روایت امام مسلم که از انس و ابو سعید روایت شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند از اینکه کسی ایستاده آب بخورد. منتها در مورد آب زمزم ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون به صورت ایستاده هم آب زمزم نوشیدند. روایت صحیح بخاری و مسلم هست از حضرت عبدالله ابن عباس که میگه سقیت رسول الله صلی الله علیه و سلم من زمزم فشرب قائما، رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاده آب نوشیدند. این به عنوان جواز هست، الله رسول الله صلی الله علیه و سلم یک بار این کار را انجام دادند تا اینکه مردم گمان نکنند که این حرام قطعی و 100% هست، مکروه هست و اکثرا رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته آب می نوشیدند، اما اتفاق افتاده که یک مرتبه آب زمزم رو در واقع به صورت ایستاده هم نوشیدند. این دلیل بر جواز هست و این دلیل بر سنیت نیست. اصل سنت در نوشیدن و در خوردن این است که انسان در حالت نشسته بخورد و بیاشامد و اینا جز سنت هایی هست که در مورد آب زمزم در واقع در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. انشاءالله که الله متعال به ما این توفیق و سعادت را عنایت بگرداند که از چاه زمزم و این آب را در خود حرم مکه انشاءالله بنوشیم و طواف خانه کعبه را و رفتن به حج و عمره را الله متعال نصیب همه من و شما انشاءالله بگرداند و در دنیا و آخرت همه من و شما را انشاءالله سعادتمند بگرداند. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة